1,000,000 افغانی برای یک اشتراک کننده. باید سوار کلیدی من یا تو. سلام، سلام همه شما بخیر. خوش اومدید به برنامه امشب. آرزو دارم که برنامه را تا پایانش ببینین و با دیدن این برنامه علاقمندی و این پیدا کنین که بیاین در این برنامه اشتراک کنین. وقتی که اشتراک کردن در این برنامه یک کار خیلی آسان و ساده ای است، هر کس میتونه اشتراک کنه و این که ما کدام سوال سختی در این برنامه نداریم، فقط شما میایین سکه هایی که هست او سکه ها را انتخاب میکنین و اگر انتخاب های خوبی داشته باشین بدون شک که میتونین از این برنامه یک مقدار پول به دست بیارین که بیشترین پول ما در این برنامه، یعنی بیشترین جایزه ما 1,000,000 افغانی هست که به دست آوردن 1,000,000 افغانی فکر میکنم خوشبختی خیلی بزرگی هست برای کسی که یک شبه بیاید این پول را به دست بیاره. و کسی که امشب در برنامه اشتراک کرده، امیدوار هستم که شانس همراه اونا یاری کنه و بتونن که پول به دست بیارن از این برنامه. اشتراک کننده امشب ما نثار احمد هست. با افتخار نثار احمد یک کف محکم بزنین تا تشریف بیارن. با افتخار نثار احمد. سلام، شب شما بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون و خدمت دستنکاران برنامه ای که بسیار زیبا و دیدنی هستند برنامه من و تو. سلام خدمت از اونا تقدیم میکنم و امیدوار هستم که لباس عافیت بتن داشته باشن. تشکر، زنده باشین، خوش آمدین، امیدوار هستم که شانس با شما یاری کنه. خب از کاروبار و مصروفیتتان بر ما بگوین. خب من لسانس هستم، لسانس اداره و تجارت، اما فعلا چون در کشور ما و شما به همگی معلوم است که بیکاری زیاد شده و از همون جمله بیکارا من هم هستم، بیکارایی که اسناد لسانس در دست دارن. فعلا مصروف هیچ کار نیستم اما در تلاش هستم که. بسیار خوب، چه مدت میشه که درس ها تمام شده؟ تقریبا 6 ماه. 6 ماه. و در طول این 6 ماه شما تلاش کردین تا وظیفه پیدا کنین اما متاسفانه که نشد. دقیقا همینطور بوده. مثل دیگه جوان ها من هم همونطور دبلوم به دست و میگردم و پشت وظیفه و بالاخره تا فعلا خود چیز به دست نامده. دقیقا همونطور که شما میگین، جوان های خیلی زیادی هستن که در کشور ما درس خواندن تمام شده و با گفته شما مثل شما لیسانس به دست دنبال وظیفه میگردن اما وظیفه متاسفانه وجود نداره تا اونا بتونن که مطابق به همون رشته که درس خواندن ایفای وظیفه کنن. امیدوار هستیم این مشکلات حل شود، اما امیدوار هستیم که امشب بتونین از این برنامه یک مقدار پول به دست بیارین. اگر از این برنامه پولی به دست بیارین همراهش چی میکنین؟ انشالله ببینیم یک بار اگر پولی به دست بیاریم که لازم به، یعنی کفایت کنه بر چیزی که ما مفکوره ایم از و او. خب میشه مفکورتان همراه ما شریک بسازین؟ خب شاید، چون ما اداره و تجارت خواندیم و اقتصاد خواندیم و پولی را که اگر به دست بیارم بتانم یک سرمایه گذاری کوچک کنم و یک چیزی بسازیم، یعنی یک بالاخره میخوایم یک کاروباری را پیشه بگیرم که غیر از اینکه خودم باید مصروف شم یک دو سه جوان دیگر هم بتانم در پولی خود مصروف بسازم. واقعا مفکوره خیلی خوبی است. خب با چه مقداری از این پولایی که در برنامه است شما میتونین همین سرمایه گذاری را داشته باشین؟ 1,000,000 باشه بهتر. 1,000,000 اگر کمترشان باشه چاره میسازیم. تا 500,000 هم میشه دقیقه. انشالله. انشالله. پس واقعا مفکوره خوبی دارین. امیدوار هستیم که بتونین پول به دست بیارین و همی مفکوره تان عملی بسازین. خب برنامه را میبینین؟ گاه گاهی وقتا بله. گاه گاهی میبینین و با روال برنامه آشنا هستین؟ تقریبا. تقریبا. خب من یک مروری می داشته باشم بر شما از روال برنامه ای که شما بیشتر آشنا شوین و اگر گپا و سخنهای یاد شما رفته و بایدتان میارم. ما در این برنامه پولای متفاوت داریم که بیشترین پول ما 1,000,000 افغانی هست و تمام این پولا پشت 20 سکه در جریان برنامه پنهان شده. 20 سکه یه 20 سکه برنامه است. در سه مرحله 20 سکه تقسیم شده. مرحله اول 8 سکه، مرحله دوم 7 سکه، مرحله آخر هم 5 سکه. 8 سکه مرحله اول. این 8 سکه شما 4 انتخاب دارین و 1 0 بین این 8 سکه وجود دارن.
اولین انتخاب شما کدام سکه است و هر پولی را که شما باید بیارین در خزانه تان انتقال میکنه، اون روبرو خزانه شما هست. اولین انتخابی که دارین کدام سکه هست؟ شماره یک. شماره یک. سکه یک پیش بیا. سکه که پیش ما هست این سکه را مندازم. سه دو یک. من یا تو؟ تو. تو. سکه یک پیش بیا. پیش هست. میبینیم که چه پولی داره. سه. یک صفری که بین سکه ها وجود داشت شما او صفر را انتخاب کردین و خوب شد صفر را انتخاب کردین، صفر از بین سکه ها حذف شد، همون تشویشی که وجود داشت از بین رفت. حال ببینیم که این صفر به خزانه شما انتقال میکنه یا نه. شما گفتین که تو. تو سکه بر روی تو نشسته و متاسفانه با انتخاب اولتان خزانه شما صفر شد و حال سکه هایی که باقی مانده، انتخاب دوم شما کدام سکه هست؟ هجده. بله. سکه هجده پیش بیا. سکه من یا تو را مندازم. سه دو یک. من یا تو؟ من. سکه هشته پشت سر برو خزانه دار. ما بر شما یک پیشنهاد دارم، هشته را همراه نه تبدیل میکنین؟ نه خیر. بسیار خوب، نه را برتون نشان میدم. نه پیش بیا. چه پولی داری نه؟ صد است. حذف شد از برنامه و سکه را که شما انتخاب کردین سکه هجده. هجده پیش بیا. چه پولی داری هجده؟ پینجا هزار. حالا ببینیم که پینجا هزار از شما میشه یا نه. شما گفتین که من سکه بروی تو نشستم. متاسفانه. حالا چرایش افا میدین؟ چرایش ای بود که خزانه دار میخواست 50,000 از شما بگیره، یعنی 50,000 باشه حذف نشه، به جای 50,000 یک مبلغ دیگه که همون 100 افغانی بود او را میخواست بر شما بده که او حذف شوه، که شاید شما در انتخابای بعدیتان 50,000 را انتخاب کنین و بعدش بیارن و به خزانه شما انتقال کنن. خب انتخاب بعدی شما کدام سکه هست؟ دوازده پیش بیا. سکه دوازده باشه، قبل از اینکه سکه منیاتور رو ما بندازم یک وقفه کوتاه میگیریم برمیگردیم. ادامه برنامه نثار احمد اشتراک کننده امشب ما انتخاب سومش در مرحله اول است. سکه 12 خزانه شام هیچ پولی هنوز نداره، یعنی صفر است. سکه منیاتور را مندازم چون نثار احمد سکه 12 را انتخاب کرده و سومین انتخابش است. هنوز منیاتور را ننداخته. سه دو یک. من یا تو؟ من. بله. سکه 12 پشت سر برو. خزاندار ما بر شما یک پیشنهاد داره، همراه 13 تبدیل میکنین؟ نه خیر. 13 رو براتون نشان میدم. 13 پیش بیا. چه پولی داری 13؟ 5,000 افغانی حذف شد از برنامه. سکه را که خودتان انتخاب کردین
سکه 12 هست. سکه 12 پیش بیا. چه پولی داری 12؟ 1000 افغان. 4000 شما نقد کرده. اگر او سکه را که خزانه دار ما بر شما داده بود میگرفتین 5000 به دست می آوردین، اما سکه خودتون 1000 افغانی پول داره. خب شما من گفتین و سکه بر روی من نشستم و صدای مرا هست که خزانه شما حالا 1000 افغانی پول دارد و 1000 افغانی به خزانه شما انتخاب کرد. خب یک انتخاب دیگه شما در این مرحله دارین به عنوان آخرین انتخابتان، بفرمایید کدام سکه را انتخاب بکنین. شما را 10. 10 بسیار خوب. 10 پیش بیا. خب سکه منیاتور رو مندازم. 3 2 1. من یا تو؟ من. سکه 10 پشت سر برو. سکه 10 را همراه سکه 15 تبدیل میکنه. نخیر. 15 پیش ببینیم که چه پولی داشتی که تبدیل نشد همراه سکه که از خود شما بود. 10000. خب 10000 هم حذف شده از برنامه. بله. سکه خود شما سکه 10 پیش بیا. چه پولی داری؟ 500 افغانی. 9500 افغانی شما نقص کرده. خب این 500 ببینیم از شما میشه حاله. یعنی شما گفتین که من سکه بر روی من نشستم و حال این 500 افغانی به خزانه شما انتقال کرد. خزانه شما 1000 افغانی پول داشت، حال 500 افغانی پول داره. خب اون خزانه شما حال 500 افغانی پول داره. جای خوشی هست که حال شما در مرحله دوم برنامه راه پیدا کردین. یک سکه که باقی مانده سکه 16، او را میبینیم که چه پولی داره. سکه 16 چه پولی داری؟ 25000 افغانی پشت سکه پوش که شما انتخاب نکرده بودین. با افتخار نثار احمد یک کف محکم بزنین که به مرحله بعدی برنامه راه پیدا کردن. خب مرحله دوم برنامه مرحله ای است که کمی باید با دقت عمل کنین، چون تعداد صفرها بیشتر هست. 7 سکه بر شما میتیم. 7 سکه. این 7 سکه شما 3 انتخاب دارین و 3 صفر بین 7 سکه وجود داره. اولین انتخاب شما کدام سکه هست؟ شماره 2. شماره 2؟ بله. سکه 2 پیش بیا. خب سکه منیاتور رو مندازم. 3 2 1. من یا تو؟ من؟ بله. خب سکه 2 پشت سر برو. همراه 19 تبدیل میکنین. بله. خب تبدیل میکنین. خزانه دار منصرف شد. از چی؟ از همین سکه که به شما پیشنهاد کرده. خزانه دار مرد است یا زن؟ سوال جالبی. اولین اشتراک کننده ماست که این سوال می پرسد. میتونم بپرسم چرا این سوال پرسیده؟ به خاطر که مردا از گپ خود نمیگردن. از خاطر. خب نه، خزانه دار ما مرد است اما چندان مردی نداره. خب همراه 14 تبدیل میکنین. 19 کنسل شد. 19 کنسل شد. کنسلش کرد خزانه دار ما. پس ما هم کنسل میکنم نمیکنم تبدیل.
نمی کنین تبدیل. همراه 17 بیاین تبدیل کنین. نه خیر. نه خیر. همون 19 رو برتون میچم میگیرین. بله. بله. خب 19 پیش بیا. چه پولی داری؟ 300,000 افغانی. خزانه دار ما رو سر غیرت آوردی، اونم سکه 300,000 افغانی پول داشت را برتان داد. برای پول خوبی است، حالا به شرط ازی که از شما شد و این پول. شما گفتین که من سکه بروی تو نشستم. متاسفم. خب حال چی فکر میکنیم؟ خزانه دار ما که مرد هست، آیا مردانگی داره یا نداره؟ خب خزانه دار مردانگی داره. بله داره؟ کمی تزلزل داره اما خب تا جای شک از مردانگی. خب 300,000 حذف شد دیگه از برنامه. بله حذف شد؟ متاسفم. انتخاب دوم شما؟ انتخاب دوم. بله شماره دو. دو؟ اما دو. باز چرا دو رو انتخاب کرده؟ دو رو خوش دارم زیاد از او خط. خب چرا تبدیلش کرده که دوست دارین شماره رو؟ خب خب حال دوباره انتخابش کرده. دو پیش بیا. خب سکه من یه تو رو هم اندازم. سه دو یک. من یا تو؟ من. من سکه دو همینجا باشه، ما وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم میبینیم که پشت سکه دو چون اپلاقه. ادامه برنامه. امیدوار هستم که اشتراک کننده امشب ما شانس همراهشان یاری کنه. خزانه دار ما که پیشنهادهای خیلی خوبی برشان داشتن، اما اگر شما کمی دقت داشته باشین در انتخاب معنیاتو فکر میکنم که برنامه خیلی خوبتر شاید پیش برن. سکه دو پشت سر برو، این سکه را شما دو بار انتخاب کردین و این بار هم خزانه دار ما در مقابل دو یک سکه دیگر را بر شما پیشنهاد میکنه، میگه همراه 14 دو را تبدیل کنین. قبول میکنین یا نه؟ نه خیر این بار نمیکنم. نه خیر قبول نمیکنین. 14 را پس برتون نشان میدم. 14 پیش بیا. چه پولی داری؟ 200,000 افغانی. 200,000 افغانی پولی که حذف شد و شما قبول نکردین در مقابل سکه دو و گفتین نه دو درست است. با 8 تبدیل میکنین؟ نه خیر. نه خیر. 8 تا پس برتون نشان میدم. 8 پیش ببینیم که چه پولی داری؟ 100,000 حذف شد. 100,000 300,000 حذف شد. 200,000 هم حذف شد. تمام صفرها باقی مانده. کل صفرها باقی مانده همراه یک پول که او هم 150,000 افغانی هست. سکه شما دو. دو را همراه 5 تبدیل میکنین؟ بله تبدیل میکنین؟ دو همون جا باشه. 5 پیش بیا. چی پولی داری 5؟ 3. خزانه دار با شما بازی را گرفته دیگه. ببینیم چی میشه. ببینیم که چی میشه. بله. خب ببینیم که این صفر از شما میشه یا نه. شما گفتین که من سکه بر روی تو نشستم. خب جای خوشی هست. بخاطر این صفر از شما بله. نشد و خزانه تان هنوز 500 افغانی پول دارد. یک انتخابتان باقی مانده. صفر حذف شد.
خب صفر حذف شد. حال شما در بین سه سکه که باقی مانده که دو تاش صفر است، یکیش پول یکیش انتخاب کنین. بازم شماره دو. بازم شماره دو؟ بله. خب خیلی تبدیلش نکنین که باز هر دفعه دور انتخاب میکنین. سکه دو پیش بیا. اینال باز خزانه دار ما دوره شما انتخاب کنین. نوام اینال باز یک پیشنهاد میکنه براتون، باز شما دوره میتین، باز دیگه انتخاب ندارین که دوره انتخاب کنین. خب دو باشه، سکه منیاتور رو بندازیم. سه دو یک. من یا تو؟ تو. تو سکه دو پشت سر بره. خزانه دار ما نمیخواه دو از شما باشن. امرای چهار تبدیلش میکنین. بله. بله. حال خزانه دار ما تبدیل نمیکنه، باز از گپش گشت. خزانه دار میگه که دلم میسوزم، بجای 4 17 را میتم، یعنی دور همراه 17 تبدیل میکنین؟ نه خیر بگم، دل سوزی را به خود کو. دل سوزی را به خود بکم. میگه دل سوزی ضرورت ندارم. چون خزانه دار است. بله. بله، میلیاردر آدم است دیگه. فعلا از من که پیسه دار کسی 1 میلیون را بازی میکنم. خب 1 میلیون اینجا از کی است حاله؟ از خزانه دار. از خزانه دار است. پس خزانه دار دیگه پیسه دارتر از شما است در حال حاضر، چون این پول از وا است. خب دو پیش بیا. دل بی پیسه ها کلان است بدون شک. دو چه پولی داری؟ صفر. صفر. خب شما گفتین که تو؟ تو. سکه بروی تو نشسته. خب خزانه شما صفر شد. صفر. و برنامه به پایان رسید. دو سکه که باقی مانده 4 و 17 را میخواییم براتون نشان بتم که پشت کدامش صفر و پشت کدامش پول بوده. 4 و 17 صفر پشت سکه 4 بود و 17 150,000 افغانی پول داشت که خزانه دار به شما پیشنهاد کرد، شما نگرفتینش. امیدوار هستم که خوش شانس باشین در زندگی. امشب شانس با شما یاری نکرد. تشکر، زنده باشین. تشکر از برنامه خوب شما. هدف اینجا فقط اشتراک از این نبود که پول به دست بیاریم، چون یک برنامه است. فقط میخواستم یک بار اشتراک کنم و از نزدیک ببینم روند برنامه را. بسیار برنامه خوب بود، خوب گذشت. تشکر از شما، از تلویزیون یک، از برنامه هایی که شما جور میکنین. زنده باشین. پیسه مهم نیست، فقط همی که با شما دیدیم یک چند لحظه خوش گذشت، همی همه چیز است. تشکر باشین. از شما خیلی خوشحال شدیم از حضور شما در برنامه. خب شما میتونید در این برنامه اشتراک کنین. 654 کلید 4 یک فشار بتین تا ما شما را دعوت کنیم به این برنامه. شب خوب و خوش بر همه شما میخوایم. اوقات خوب. خدا نگهدار.